اسلام دولت دی ویاړ عزت دی دا خدای له لورې ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی دا خدای له لورې ښکلی نعمت دی د یو ګل غوندې انسان زمزمه راشي له مسجد نه د اذان زمزمه راشي د منبر د ولاړ کس نه بس یو ښکلی د حدیثو د بیان زمزمه راشي رقیبان به زاره چاودې کړي مشتاقه که کور ته د قرآن زمزمه راشي د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو او زړه ته راتیرو لیدونکو او د علمي سفر مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو دوستانو خوښ یم چې روغ او جوړ به یستئ او زه بیا یو ځل ستاسې په چوپړ کې یم دوستانو په علمي سفر کې نن د سید المرسلین لالی مدرسې څخه ګلاب ځوانان او تنکی زلمکیان فارغیږي دوی ډیر وخت د خپلو علمي زده کړو لپاره هلې ځلې وکړلې مسافرۍ یې وکړې لوږې تندې یې تېرې کړې هر ډول شخصي هر ډول ستونزې یې په ځان وزغملې او بالاخره نن د فضیلت دستارونه تړي تاسې له موږ سره اوسئ د دغو ځوانانو غونډه راسره تعقیب کوي تر څو ستاسې په علم کې لا زیاتوالی راشي علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بمجاهدتهم جنان الله أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عزتمند علماء محترم أستاذان وشيوخ كرام محترم مدرسين نوی فاضل علما حافظان درنې کورنۍ ځوانانو او نوی ځوانانو الله جل جلاله مو ټولې هڅې مقبولې کړه ټولې هڅې خاص د الله لپاره وګرځوه او الله جل جلاله دې دا معزز محفل او دا عزتمند او پرتمینه غونډه الله جل جلاله دې برکت او دې خیر غونډه وګرځئ او مخکې له مخکې د دغو عزتمندو محترمو فاضلانو ته چې د علوم فاضلان او همدا رقم د قرآن عظیم شان د حفظ فاضلان دي الله دې دوی ته مبارک کړي محترمو مسلمانانو دین راغلی د دې لپاره چې انسان ته عزت ور په برخه کړي عزتمندي کې در دین است در هیڅ چیز دیگه نیست نه در حاکمیت است نه در حکومت است نه در دار و ندار انسان هایی که امروز مصروف هستند در یکی از یا هم به اندازه دین عزتمندی نیست دا دین چې د موږ له ژوند نه واخلي موږ ټول هر څه چې لرو دا له لاسه ورکوو د موږ عزت په دین کې نغښتی ده مجد و عزت امت ما در دین ما هر قدر که به دین تمسک داشته باشیم با مو پیمانه ما عزتمند هستیم او هر څومره چې دین نه لری سو والعیاذ بالله ذلیل کیږو عمر رضی الله تعالی عنه روایت ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين دا عزتمندی الله جل جلاله په دې کتاب کې ښه ده هرګاهی کې کتاب از زندگی انسان ها بکشی عزت انسان ها محو میشه عزت ما محو میشه با همه اقتدارش یک گروه کمی که امروز در غزه و فلسطین کتاب الله را چنگ زدن امروز بالای مقتدرترین با تکنولوژی ترین قدرت ها غالب هستن بر فعلا غالب هستن و انشاءالله انتهایش هم غالب است الله اکبر الله اکبر غلبه با چشم سر دیده میشه که همه قدرت های جهان جمع میشه در مقابل یک گروه بسیار کم که گروه از نگاه
تعداد هم کم استن و از نگاه اسباب و عده هم کم استن. اما بالای مقتدرترین قدرت های موجود امریکا و حلفایش و صهیونستا غالب میشن. داده دغه کتاب چنگ ده دوی نور سنه دی کلی دی امریکا که در قدرت نلری یوه تیاره هم نلری تانگون هم نلری بیخی. ولی په دونیمی میاستی ووتی چې دوی امریکا زور وهی، صهیونستان و شیطان پرستان زور وهی، خو دوی یو نس جای نسی نیولی، دوی نسی نیولی، تر اوسه یو اسیر والحمدلله نده نیولی، والحمدلله علی ذلک. او دا ټول د دوی پرستش ور ختم که ولی دوی کتاب ته منګولې خښې کړې وې. نو محترم مسلمانانو، که نن هم منګه د الله کتاب ته منګولې خښې کړو، د نړۍ زبر ځواک به چپه کوو. لکه دغه څو مجاهدین تاسې ولیدل د روس په مقابل جهاد کې او د امریکا په مقابل جهاد کې ډیر کم ول، هر امکانات نه کم ول، ولی الله زبر ځواک راته مات کړل. علت یې دا و چې دوی کتاب د الله کلک نیولی و. او که نن هم موږ کتاب د الله په خپل ژوند کې تطبیق کړو په نورو برخو کې، الله به موږ ته عزت راکړي. علم دولت دی، ویاړ عزت دی، داغ دی، لورې ښکلی نعمت دی. څومره چې دا کار لوی کار دی او مقام لوړ مقام دی، نو همده د خاکې ورسره څه مسؤلیتونه انسان ته متوجه کیږي. او دغه د علم حصول او دغه لاره د خپل څه حقوق لري چې د هغه اصولو پابندي او دغه حقوقو ادا دا حق دی طالب باندې. که دا دغه حقوق ادا ونه کړي او دا دغه اصول مراد نه کړي، یقیني خبره ده چې بیا دغه درس او دغه تعلیم دا بیا د دې لپاره ثواب نه، دا سبب ازره د اوبال ده. نو دا د قرآن عظیم الشان او دین د علم په باره کې دغه کومه فارموله قرآن شان کې راغلې ده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده چې يرفع الله بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقيني خبره ده چې دا علم په برکت باندې، د قران د شان برکت باندې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علم برکت باندې ځینې خلک ځکمن کیږي په دنیا کې په آخرت کې. خو همدغه علم کله سبب او ذریعه د دسې خواري او د ذلت ګرځېږي چې په دنیا کې شرمنده او ذلیل شي انسان، او په آخرت کې انسان شرمنده او ذلیل شي. نو دې ته باید طالب ډېر متوجه وي چې زه دا کوم علم چې کوم چې دا زما لپاره د تیز ذریعه ګرځېږي، غافل نه شي. کله چې انسان علم کوي او په علم کې بیا نیت مخلص وي، اخلاص د نیت ورسره وي، او د الله تعالی رضای مطلب وي، او ولو که د علم کې ډېر مېړنی نه وي، ډېر ذهن یې قوي نه وي، څومره چې دی خواري کوي او کوی شي، بس همومره تعالی ورته علم ورکړي، خو خپل علم سره بیا عمل ملګری کړي، نو دا د لپاره سبب او ذریعه د عزت ګرځېږي. او که چېرته دا علم ډېر وکړي خو عمل یې به ورسره نه وي، دغه علم بیا سبب او ذریعه د ذلت او د خواري ګرځېږي. په موږ تاسو ولیدل بالمشاهده، موږ په جامعه کې علما ولیدل او ګوري شته د علما چې هغوی څومره د علم حق ادا کوي، او بیا بېرته د هغوی ولو که یو پنځه ورځې به انسان په ظاهري شکل باندې څه عزت هم پیدا کړي او خلک هم ترې عزت پیدا کړو، خو دا تقریبا دا واقعي عزت نه وي، دا د انسان د مغرورتیا دپاره یو سبب وي چې انسان مغرور شي په خپل علم باندې. نو حدیث شریف کې راځي، مفهوم یې دا دی چې څوک داسې علم چې علم باندې آخرت او جنت د الله رضا مقصود او مطلوب کېږي، او هغه علم دا دنیا دپاره استعمال کړي او دنیا فنا ته وکړي، نو حدیث شریف مفهوم دا دی چې دا به د جنت
بوی به محسوس نکی جنت ورتا خو سکه دا ډیر خطرناک وعید ده که سره عمیق فکر ته وکی چې د جنت بوی به سره محسوس نکی چې د دین علم دا د دنیا د مطلب لپاره کوي علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لوري خپلی نعمت دی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم قدر منو وزير سيبانو درنو علماء كرامو مشایخو درنو حاضرینو ټولو ته درنښت او احترام او د ټولو په اجازه زه ډېرې مختصری خبرې کول غواړم او خبرې مې ټولې فاضلانو غرونو ته متوجه دي الله تعالی دې وکړي چې موږ ټول ترنه مستفید شو لومړۍ خبره خو دا ده چې مخکې ډاکټر صاحب کوثر وکړه چې دا د علم پای نه دی تاسو چې دا اوس د فضیلت دستار تړئ دا د علم پای نه دی دا تاسو اوس د علم عمق ته د ورتلو لار او طریقه د استاذانو زده کړې ده نو کوشش دا پکار دی چې علم تر هغه وخته چې انسان کې د تعلم قوت وي علم زده کړي او د هر لارې نه زده کړي یوازې دا نه ده چې سړی په مدرسه کې وي یوازې دا نه ده چې سړی د علماو سره وي یوازې دا نه ده چې سړی په ماسترۍ او دکتورا کې وي د تعلم ډېرې لارې دي هره لاره چې چېرته هم درته مهیا وه او فرصت وو د هغې نه استفاده پکار ده دوهمه خبره هغه هم مخکې وشوله دا وه چې علم نن سبا ډېر په کم نظر ورته کتل کېږي په عموم کې انساني ارزښتونه بې آبه شوي دي دغې ټکي ته هم متوجه شو انساني ارزښتونه بې آبه دي او له بده مرغه په دې کې علم ته په ډېره کمه سترګه کتل کېږي علم د خرڅېدو اخیستل کېدو یو توکی بلل کېږي علم لکه د بازار نوره سودا دغسې خرڅېږي او اخیستل کېږي یوازیني خلک چې هغوی ته دا تمه کېږي چې علم به دا من حیث العلم منی او علم سره به په خپل ذات کې ډېره مینه کوي هغه د مدرسې طالبان دي په بل ماحول کې علم سره د مینې دعوا هم دروغ ده د علم قدر کول هم چې څوک وایي موږ یې کوو دروغ کوي ځکه چې ټول خلک چې علم حاصلوي دا د دنیا په خاطر باندې حاصلوي د منصب په خاطر باندې حاصلوي تاسې وګورئ چیرته چې څوک کومه رشته انتخابوي او کوم علم انتخابوي په دې خاطر نه انتخابوي چې د دې علم د خاصیتونو نه متاثره شوی دی او دی غواړي چې د علم ته خدمت وکړي نه په دې خاطر یې کوي چې دا علم د ده خدمت وکړي دا علم د ده د جیب خدمت وکړي دا علم د ده د ذات خدمت وکړي او په اسلامي امت کې چې دا فکر پیدا شوی دی بیا د امت ښه ورځ نه ده لیدلې قدرمنو فاضلانو ورونو مخکې محترم مولوی صاحب خبره وکړه ابو هريره رضی الله عنه یو روایت کوي ابو داود شریف راوړی دی چې من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه ډېر سخت وعید دی څوک چې هغه علم چې د الله د رضا په خاطر زده کیږي او دا د علم د دنیا د ګټې وټې په خاطر زده کوي دا سړی به په قیامت کې د جنت بوی ونه ګوري الله تعالی دې موږ او تاسې وساتي موږ او تاسې د داسې یو علم سره تړاو لرو چې دا علم ټوکې نه مني دا علم داسې دی لکه ایمان ایمان سره چې ټوکې وکړي جاهلیت کې نه جوړیږي او د دې علم سره چې ټوکې وکړي جهالت کې نه جوړیږي قدرمنو فاضلانو ورونو تاسو او لوستي خلک فرق لري لوستي باسواد انسان ته وایي
چې لیک لوست کولای شي، څه لوستی شي، څه لیکلی شي. لوستی انسان، باسواد انسان مامور کېدلی شي، ماموریت کولای شي، مکتوب لیکلی شي، وظیفه کولای شي. خو د عالم انسان رسالت جدا ده، د عالم انسان مسؤلیت جدا ده. موږ ته په دې ټولنه کې علما پکار دي، موږ ته په دې ټولنه کې د دې ټولنې قیادت پکار دی، د دې ټولنې زعامت پکار دی. لیبرالیزم په انساني ټولنو کې نمونه ورکه کړې ده، عربی کې چې ورته نموذج وایي، قیادت یې ورک کړی دی. هر سړی په خپله خوښه روان دی. قدرمنو علماو کوشش وکړئ، قدرمنو فاضلانو چې تاسې دا ټولنه رهبري کوئ. او ګورئ، زه یوه خبره در یادوم، تاسې چې دا د کومو کتابونو د لوستو په اساس باندې نن د فضیلت دستار تړئ او سپینې لونګۍ وهلې دي، دومره په قدر باندې ناست یئ، په ویاړ ناست یئ. تاسې د دې علماو په وطنونو کې نن وګورئ چې څه حال روان دی. د دې علماو قبرونه فقط د سیاحت ځای دی، نور پکې هېڅ هم نشته. خبره په دغه ځای کې ده، که د دې علم قدر ونه شي او دا علم ونه ساتل شي، سبا به دلته هم زیارتونه د سیاحت ځای وي، امامان به په دې ځای کې تیریږي، خو دلته به بیا د دین د قیام خبره څوک نه کوي. قدرمنو فاضلانو ورونو، د علم قدر وکئ، او دا علم د وزارتونو په دروازو کې مخ واروئ، دا علم د ریاستونو په دروازو کې مخ واروئ، دا علم په معادلتونو او پارزیابیو باندې مخ واروئ. تاسې د دې علم خدمت وکئ چې دا علم تاسې ته ځان درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. حضار المحترم وسامعين عزيز، شيخ، علماء واساتذه گرم قدر، جوانان، نوجوانان و کودکان عزيز و ارجمند، علم صفت ذاتی الله عز جلال جلت عظمته است. قطره از آن صفت ذاتی خدا، خدای ذوالجلال جلت عظمته، برای انسان خلیفه زمین عطا فرموده است و می فرماید که ما شما را از این زمین آفریده ایم و استعمرکم فیها، و برای آباد کردن زمین شما را در زمین مأمور گردانیده ایم. خدای ذوالجلال جلت عظمته خودش هم به علم عهد گذاشته و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که آخرین سفیر و پیامرسان خدا در روی زمین تا قیامت است، اولین عهد گذاریش به علم و به دانش است. قرآن که اولین آیات وحیش از علم، از دانش، از خواندن، از نوشتن صحبت میکنند، و در اولین کلماتی که به عنوان پیام برای بشریت به زبان آخرین پیامبرش نازل میکند، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إن أرجزاري بعلم وقيام علم آموزي برای بشر و برای انسانها و خصوصا برای آخرین انسانهایی که به عنوان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شناخته می شود. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره تشریف می بره و حکومت اسلامی و دولت اسلامی را پایه‌گذاری میکنه، اولین کار که انجام میده بنیانگذاری یک مرکز علم است. مسجدی را که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذاری میکنه، تنها مسجد جامد و خشک مانند مساجد ما و شما نبود که فقط پنج وقت جماعت هم و هم کسای بیاین بخوانن و کسای دیگر اصلا در اون حضور پیدا نکنن. این چنین مساجد نبود، بلکه مسجد جامع بود که از هر حیثیت جامع بود، هم از لحاظ ظاهر جامع بود و هم از لحاظ معنویت جامع بود. بگوییم که جامع دین و دنیای بشر و دین دنیای انسانهای آن روز بود. رسول معظم صلی الله علیه و سلم و مسجدش ده‌ها وظیفه را انجام می‌داد. حکومت اسلامی آن روز را از داخل آن مسجد کنترل می‌کرد. مسجدی که یکی از زوایای آن به عنوان صفیات می‌شد و اولین مرکز دینی و مرکز علم و مرکز آموزش برای انسانهای آن روز بود. نه تنها پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم در آن مرکز به عنوان معلم و به عنوان آموزش دهنده بود، بلکه کسان دیگر را از آموختگان مکتب خود در آنجا به عنوان معلم گماشته بود که آنها هم به تعلیم آموزه‌ها و تعلیمات ابتدایی اسلام در آنجا فعالیت انجام می‌دادند. به این هم پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم بسنده نکرده بود، بلکه رسول معظم اسلام به نقل از ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در خانه‌اش هم معلمان زنان را گماشته بود که برای امهات مؤمنین و برای مادران مؤمنان علم خواندن و نوشتن را بیاموزه. این ارجگزاری پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به علم و به دانش است. رسول معظم صلی الله علیه و سلم اینچنین پیام آور علم، پیام آور دانش، پیام آور خواندن و پیام آور نوشتن است. پس این امت چنین پیامبر الگو و نمونه در عرصه علم و در عرصه دانش است. کدام علم را بیاموزیم و کدام دانش را بیاموزیم؟ صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین نمونه کامل از علوم مختلف در عرصه های مختلف، حتی در عرصه های تخصصی بود و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم به تخصص های صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین ارج می گذاشت و علوم تخصصی را ارج قائل بود. از این خاطر معرفی می کند که اقضاهم علی، در قضاوت علی پیشتاز است رضی الله تعالی عنه، و اقرأهم ابی ابن کعب در قراءات و در علم تجوید و در قرآن آموزی ابی ابن کعب متخصص و پیشتاز است. به او مراجعه بکنه. در عرصه های مختلف، در عرصه های تخصصی، صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین را رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم معرفی میکند. از این خاطر بود که در علم اسلام مسلمانان پیشتاز بود
و بزرگترین تمدن رقم زدن و الگوترین تمدن برای جامعه انسانی به ارمغان گذاشتن. تمدن اسلامی که از آن اروپا الگو گرفت، از آن آفریقا الگو گرفت، تمدن اسلامی که از آن امروز قاره های نو ایجاد نوینه که به عنوان امریکا یاد میشه و دیگر قاره هایی که امروز سر استکباری و سر استعباری بر جهان بشریت بلند کرده اند، از آن تمدن اسلامی الگو گرفتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سوچ دا علم باغ کی موجود وی، تلوی خوشالا روغی وجود وی، تاریخ کولی نعمت دی، تاریخ کولی نعمت دی. باب قول الله و بسند المتصل منا وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسفزة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله قال باب قول الله. حضر الشيخ صاحب خام خطاس تيدي بابو بابون هذا باب قول الله او لباب نوستا جملة راسين وقالت بابون ميرسي قلت چونکہ مفرد مذاکر ہے باب قول اللہ. نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخر کتاب کتاب توحید روائے نو رکھتو نہایت بالبدایہ دی کتاب رابط لما قبل سرسد الاول دی کتاب سرسد باب دویم باب قول الله و نوضع الموازین دی باب تعلق لباب سرسده سی اول باب ما تاست بیان باب کیف کان بدر وحی لا رسول الله او آخر حدیث حدثنا احمد بن اشقاب دی حدیث مناسبت لاول حدیث سرسده نو و اعتبار دی ربط الخاتمة بالفاتحة يا ربط النهاية بالبداية دري ربطنا تمغزرات له ربط الكتاب بالكتاب ربط الباب بالباب ربط الحديث بالحديث نور عربتنا سي تمر الجرسمي دي كل كتابنا كل بابنا هم دا أسرة تريني دا مش لمنه حروازه په اخر کې سیما مخایر رحمت الله علیه ربط الكتاب بالكتاب څنګه کړی ربط اخر الكتاب باول الكتاب ربط اخر الباب باول الباب ربط اخر الحديث باول الحديث وما بعد دي اول دي اخر کې ډیر مسافیش وي او دي ډیر ربط لږه سره او علماء حضرات مسجد صحیح بخاری لپاره کوم خدمت کړی د پیټي باندې شروع هو فصل قران دی بل کتاب هم خدمت علماء نه کړی الحمدلله اخری کتاب امام بخاری رحمت الله علیه کتاب توحید اوس فاضلانو محترمینو د کتاب توحید چې دا اخری کتاب تاسو یې لای دې ربط کتاب ایمان سره څه نو علماء حضرات وای بینهما مناسبت ظاهره کن هغه داسې چې کتاب الایمان دا تعبیر ده په ایمان سره د ایمان اصول درې دي الاصل الاول والاصل المهم التوحید وأصل الثاني رسالات و
واصل صالح في عمل. ده مهم اصول الايمان دي شيء توحيد عقيده التوحيد بده سراي عقيده الرساله بده سراي رساله عقيده بده سراي في عمل بعد الموت أخلا بسرعي لدنارا باكس الجلال بكمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية صدق الله العظيم. أنس الرحمن السلام أزول آيات تخار بسر مولي سيد عظيم الله غفاري أزول سوالي چواب. خیلی خوشحال هستم که در این جمع دستاربندی در این مدرسه ما هستیم و تشکری میکنم از اساتید گرامیمان، از استادایمان، از محتمیم سیب، از ناظم سیب که به ما فرصت برابر کردن در این دستاربندی تا اینکه ما همونطور خوب در مابین جامعه بدرخشیم و مردم از ما الگو بگیرد تا اینکه ما یک الگوی خوب برای جامعه شده بتانیم. من تشکری میکنم از پدرجانم و مادرجانم که واقعیت در تمام همین عرصه‌هایی که من که حفظ میکردم تا اینکه دوره حفظ خلاص کردم به من خیلی قوت بخشیدن، مرا حمایت کردن و از امارت اسلامی خواهشمند هستم تا اینکه با ما برنامه های از این کده کلانتر، از این کده فرصت های زیادتر با ما برابر کن تا اینکه تحصیل من از این کده بالاتر برود. بردگه جوان های پیام می است که تا اینکه بخوانند علم یک فریضه از طرف الله است. هر کس که علم را بیاموزه واقعیت در هر جا قدر دارد، در هر جا منزلت دارد. اگر کسی که علم را نیاموزه او در هر جا پست و پایین است. از تمام جوانان می خواهم که تا اینکه علم را بیاموزند و با علم عمل کنند و با علم چنگ بزنند و از گپای علماشان سود ببرند و گپای علما را گوش کنند و با بزرگان احترام کنند. علم دولت دی، یار عزت دی، راخ بیل لوری خولی نعمت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما اسم محمد یاسر ولد عبدالجبار. ما از مدرسه سید المرسلین از بخش حفظ شستم حلقه ابو بکر صدیق و حال فارغ شدیم و امروز دستار بندیم است و بسیار خوش هستم. علم رنا دا دا جون بقا دا علم سوهیبا لوی بریاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو از تمام برادرهایی که در این مجلس با ما سهم گرفته بودن از اینا سپاسگزاری میکنم. در قدم دوم ما خود معرفی میکنم. مولوی عتیق الله منصور مسئول و مهتمم مدرسه سید المرسلین هستم که این مدرسه را ما به یک هدف عالی و مقدس بر دین و ملت و کشور خود تأسیس کردیم. اصل هدف از قرآن کریم شما دیدین که ما بخش حفظ داشتیم، بخش دوره حدیث داشتیم. اصل منظور ای است که قرآن کریم در کشور و در جامعه ما نهادینه شود. باز از قرآن کریم به تفصیلش برویم که احادیث رسول گرامی هست. از احادیث رسول گرامی به تمام علوم دسترسی یافته و دنیای کشور خود و ملت و دین خود را هم بسازیم و آخرتش را هم سامان بکنیم. و همه سعادت ها و همه نیکبختی ها در قرآن کریم است، مشروط به ای که با قرآن کریم تعاملی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرده او تعامل صورت بگیره. تعامل رسول مقبول صلی الله علیه و سلم با قرآن کریم چگونه بود؟ که او ایمان به قرآن داشت. دوم، تلاوت دوامدار قرآن را داشت و درست تلاوت میکرد. سوم، فهم قرآن کریم را داشت. چهارم، عمل به قرآن کریم و تمام بخشا و شعبات زندگی را به اساس اشارات قرآن کریم عیار کرده بود. باز تدبر در آیات قرآن کریم داشت و منبع تشریع و قانونگذاری را قرآن را ساخته بود و در نهایت امر اینمی مدینه فاضله مدینه منوره را از روی ارشادات و هدایات و فرامین قرآن کریم عیار کرده بود. اونم آرزو را ما در افغانستان داریم که این مراحل در سر قرآن کریم طی کنیم و ملت و کشور خود و جهان اسلام را به سعادت و خوشبختی و به ترقی برسانیم و در جهان امامت و رهبری و قیادت را به اسلام عزیز و امت اسلامی برگردانیم. هدف اساسی مدرسه اینمی است و امسال خوشبختانه الحمدلله 22 نفر حافظ کل قرآن کریم، حافظای پر افتخار و زیر سن اکثر، و در عین وقت دوره حدیث 18 نفر و در دوره خرد بخش ذکور و اناث هم داشتیم. ان شاء الله ما هم در بخش ذکور فعالیت داریم، هم در بخش اناث، و
امکانات فوق العاده ما در اختیار خود داریم، مشروط به ای که هم ملت ما را پشتوانگی بکنه و هم دولت و امارت اسلامی. ما از امارت اسلامی خیلی سپاسگزار هستیم که با آمدن ازیا دروازه های خیر باز شده و دروازه های شر و فساد بسته شده، و از جمله دروازه ها دروازه های علم و دانش است. ان شاء الله امارت اسلامی علم و دانش را حمایت میکنه و ما را عملا حمایت کرده و رونق داده، و ما افتخار میکنیم به این نظام. الله متعال ثبات و دوام به این نظام و ترقی و تقویت مزید برش نصیب کنه. و از همگی دوستا و بیننده ها ما سپاسگزار هستیم. با کنار مراکز علمی و تعلیمی خودان باشند و از جمله در کنار مدرسه سید المرسلین باشند. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د علمي سفر درنو مینوالو، پوهیږم چې تاسو به خبرونه لیدلی وي او لا به په دې پوه شوي یاستئ چې هیڅکله هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي برابر نه دي. موږ په علمي سفر کې تاسو ته همدغه ډول خپرونې او مراسم وړاندې کوو. دا و د سید المرسلین علي مدرسه چې تازه فارغ شوي ځوانان او زلمکیان مو تاسو ته وړاندې کړل. له موږ سره اوسئ. د ملي ټلویزیون نورې خپرونې مه هیروئ. ما ته زما له ټیم سره اجازه راکړئ. د الله په امان.